گیلاسیا سلام، امروز میخوام یه فیلم وحشتناک دیگه به نام کیس 39 یا پرونده شماره 39 ببینیم. این فیلم از اون دستاییه که زیادی روی روانتون تاثیر میذاره، پس اگه روحیه لطیفی دارید به هیچ وجه نبینیدش. حواستون هم به صحنه‌های خشن و اسپویل کاملش باشه تا آخر فیلم فوش ندید. فیلم با نمایش زنی به اسم امیلی شروع میشه که یه مددکار اجتماعی و کارش رسیدگی بچه‌های بد سرپرست یا بی سرپرسته. امیلی علاقه و شوق زیادی به کارش داره و همه سگش رو میکنه تا نذاره هیچ بچه‌ای دچار خشونت خانگی بشه. همه چیز عادی پیش میره تا روزی که یکی از پرونده‌ها با شماره 39 رو برای بررسی انتخاب بکنه. این پرونده مربوط به دختری به اسم لیلی سالیوان هست. امیلی هم تصمیم میگیره تو اولین فرصت به خونه اون بره تا از حال و شرایط خوبش مطمئن شه. با پایان تایم کاری امیلی به سر قرارش با همکارش به اسم داگ میره که خیلی هم با همسایه میان رابطه عاشقانه بهشون برقراره، اما به خاطر شرایط سخت کارشون تصمیم گرفتن فعلا وارد رابطه نشن و جاست فرند بمونن. شب امیلی تنها به خونه برمیگرده و مشغول خوندن پرونده شماره 39 لیلی سالیوان میشه. دختری که تو پروندهش نوشته شده خیلی گوشه‌گیر و لاغره و امیلی شک داره خانواده اون رو به سرپرستی گرفتن آزارش بدن. برای همین صبح اول وقت به خونه مورد نظر میره که با دیدن رفتار سرد و عجیب پدر مادر مطمئن میشه یه جای کار ایراد داره. پدر لیلی حتی حاضر نیست با امیلی حرف بزنه و همه چی رو به همسرش میگه تا اون اعلام بکنه. امیلی تمام سوالاشون میپرسه و مادر خانواده میگه ما هیچ مشکلی نداریم و همه چیز رو به راهه. از اونجایی که لیلی سمیش اعتراضی نمیکنه، امیلی مجبور به ترک خونه میشه بدون اینکه بتونه کاری برای دختر انجام بده. امیلی خیلی زنش درگیره این بچه‌ست. وقتی به سر کار برمیگردن با رئیسش صحبت میکنه تا خانواده پرونده 39 رو به اداره دعوت کنن تا مورد بازجویی قرار بگیرن. رئیس هم در آخر راضی به این کار میشه. لیلی با پدر و مادر ناتنیش به اداره میان که دور از انتظار امیلی، پدر خیلی راحت شروع به صحبت میکنه و با آرامش تمام میگه ما هیچ مشکلی تو خونمون نیست و از لیلی به خوبی داریم مراقبت میکنیم. با این حال امیلی بازم شک داره یه مشکل توی خونه وجود داشته باشه و بی خیال قضیه نمیشه. برای همین منتظر موقعیت میمونه. وقتی لیلی رو تنها گیر میاره باهاش صحبت میکنه و لیلی هم میگه پدر و مادر منو خیلی کتک میزنن، اونا میخوان منو بفرستن جهنم و ازم خوششون نمیاد. حالا امیلی خیلی بیشتر نگران شده و سری بچه رو به اتاق دیگه میبره تا جلوی رئیسش ازش اعتراف بگیره. اما لیلی با دیدن پدرش پشت در اتاق نگاه پر از ترس به خودش میگیره و هیچی نمیگه. این میشه که خانواده لیلی هم بدون هیچ مشکلی از اونجا میرن و امیلی سریعا با نگرانی خودش رو به یکی از دوستاش میرسونه که افسر پلیسه. اسم این پلیس مایک است و بعد از شنیدن جریان این دختر بچه میگه هیچ کاری نمیتونه براش انجام بده، چون این خانواده در واقع هیچ جرمی مرتکب نشدن که بتونه به خونشون بره. امیلی بازم ناامید نمیشه و روز بعد مدرسه امیلی میره تا شماره موبایلش رو براش بنویسه. اون به دختر میگه اگه داشتی آسیب میدیدی سری بهم زنگ بزن و من خودمو بهت میرسونم. همون شب امیلی داره تلویزیون میبینه که گوشی زنگ میخوره و با شنیدن صدای پر از ترس لیلیت از جاش بلند میشه. لیلیت میگه خیلی ترسیده چون پدر و مادرش میخوان بهش آسیب بزنن و الان هست که بیهوش بشه. امیلی سریع خونه راه میفته و به دم خونه لیلیت میره و به دوستش مایک هم زنگ میزنه و التماس میکنه که به اونجا بیاد. میریم به خونه پرونده شماره 39. پدر و مادر لیلیت رو با آشپزخونه میارن، در کمال ناباوری توی فر گاز قرارش میدن و درو محکم میبندن. لیلیت سعی میکنه دستش رو نجات پیدا کنه، اما اونا دوباره میندازنش داخل و این بار با استفاده از پارچه و چسب در فر محکم چفت میکنن تا راه فراری برای بچه نمونه. بعد با روشن کردن فر روی بالاترین دما منتظر سوختن لیلیت میمونن. همین لحظه امیلی و مارک به اون خونه میرسن و با شنیدن صدای جیغ بچه در خونه رو میشکنن و به سمت آشپزخونه میرن. امیلی سریع بچه رو از تو گاز میکشه بیرون، اما پدرش از پشت به مایک حمله میکنه تا تفنگشو بگیره. مادر لیلیت هم با برداشتن یه چاقو میره سمت امیلی تا اونو بکشه، اما مایک موفق میشه پدر رو زمین بزنه و جلوی مادر رو هم بگیره و همه چیز آروم شه. به خاطر این اتفاق و جنایت لیلیت به یتیمخونه برگردونده میشه و پدر و مادرش هم توی تیمارستان بستری میشن. وقتی امیلی لیلیت رو به یتیمخونه میبره، دختر بچه میگه من نمیخوام اینجا بمونم، میخوام با امیلی زندگی کنم چون خیلی مهربونه. امیلی با اینکه خیلی دختر بچه رو دوست داره میگه من شرایط کاریم جوری نیست که بتونم ازت مراقبت کنم، اما حرف لیلیت توی سرش میمونه و در آخر بعد یه روز تصمیم میگیره سرپرستی بچه رو به عهده بگیره چون واقعا عاشقشه و به هم وابسته شدن. روز بعدم میره به یتیمخونه و با انجام کارهای اداری رسما سرپرستی بچه رو قبول میکنه و وقتی این خبر رو به لیلیت میده با خوشحالی کلی همو بغل میکنن. بعدش هم با هم میرن به خونه و زندگی رو تایشون با شادی شروع میشه. از اونجایی که بچه عروسک خرس داره که تو خونه قبلیش جا گذاشته، امیلی میره اونجا تا چند تا وسیله لیلیت رو بیاره و موقع جستجو با یه سری خطای عجیب رو زمین پذیرایی مواجه میشه. خطایی که مثل رد کشیده شدن ناخنان پشت در اتاق پدر و مادر هم چند تا قفل خیلی بزرگ قرار داره، یعنی اونها هر شب قبل خوابیدن در کلی قفل میکردن تا از چیزی در امون باشن. یا عالم صلیب و دعا هم به در و دیوار اتاق وصل شده. روز کاری بعدی لیلیت همراه با امیلی به اداره مددکاری میره تا توی جلسه روان درمانی بچه‌ها شرکت کنه و روی بهتر شدن حال خودش هم کار کنه. امیلی هم از پشت شیشه تماشا میکنه که پسری به اسم دیگو از مشکلاتش صحبت میکنه و میگه به خاطر طلاق پدر و مادرش خیلی تو مدرسه اذیتش میکنن. روز بعدی رئیس امیلی بهش میگه دیگو شب قبلی پدر و مادرش رو به طرز فجیعی به قتل رسونده. اون سری به صحنه قتل میره و با توضیحات دوستش مایک متوجه میشه دیگو به شکل عجیبی قدرت زیاد بوده و جوری که پدر و مادر به قتل رسیدن انقدر وحشتناک
میگه که حداقل 3-4 تا آدم روانی باید این کارو انجام داده باشن، اما دیگو به تنهایی از پسش بر اومده. این قضیه خیلی روی امیلی تاثیر میذاره. روز بعدی امیلی و مایک برای نهار به رستوران میرن و مایک توضیح میده که پسر بچه قبل کشته شدن پدر و مادرش یه تماس دریافت کرده که از خونه امیلی باهاش گرفته شده. وقتی امیلی قسم میخوره که هیچ زنگی به دیگو نزده، دو تایی به خونه امیلی میرن تا با لیلی صحبت کنن و بفهمن چرا به دیگو زنگ زده بوده. دختر بچه هم انکار میکنه و میگه من این کارو نکردم، اما افسر مایک قبل رفتنش به امیلی میگه که من مطمئنم دختر بچه داره به امیلی دروغ میگه. امیلی کم کم داره به لیلیس مشکوک میشه و برای همین تو اولین فرصت به دیدن دیگو توی آسایشگاه میره. اما این ملاقات خوب پیش نمیره و همین که امیلی از پسر میپرسه لیلیس بهت گفت پدر مادرت بکشی یا نه، یه دفعه حمله عصبی به بچه دست میده و اونو به بیمارستان منتقل میکنن. امیلی دوباره به عیادتش میره و میپرسه کی اون شب بهت زنگ زد و این بار دیگو جواب میده صدای یه مرد از تلفن میومد. این چیزا خیلی امیلی رو درگیر میکنه و نمیفهمه چجوری یه مرد از خونه خودش به این بچه زنگ زده و موقعی کارم همش فکرش درگیر این قضیه است. اون روز جلسه روان درمانی لیلیس هم تموم شد و پیش امیلی نشسته که داگ سر میرسه تا بچه رو برای یه سری سوال جواب راجع به پرونده پدر و مادر قبلیش به اتاق کارش ببره. داگ به لیلیس میگه توی فرم سوالایی که ازت پرسیدیم به همه سوالامون راجع به ترس جواب ندادی و این یعنی تو از هیچ چیزی نمیترسی. این درست نیست و باید بهم بگی بزرگترین ترس زندگی چیه. لیلیس به داگ جواب میده اگه تو بگی بزرگترین ترس زندگی چیه منم میگم. داگم قبول میکنه و بهش میگه من خیلی از زنبور سرخ میترسم. در جوابش لیلیس با لحن ترسناک میگه من فقط از خودم میترسم چون راجع به بعضی آدما فکرای بدی دارم مثل تو. بعدم به داگ میگه یه بلای خیلی بد سرت میاد که داگم از ترس و استرس جلسه رو تمام میکنه و میره پیش امیلی و بهش میگه من برای اولین بار موقع حرف زدن با یه بچه ترسیدم و حس میکنم زندگیم تو خطره. این شروع شک و تردید امیلی به لیلیس و اینو موقع شام خوردن توی خونهشون به وضوح میبینیم. همون شب داگ تنها توی خونهش که تلفنش زنگ میخوره. صدای عجیبی از اونور خط میاد اما کسی حرف نمیزنه و همین که داگ تلفنو قطع میکنه صدای وزوزی رو از گوشش میشنوه. این صدا اونقدر زیاد میشه که سعی میره دستشویی تا با گوش پاکن ببینه صدای چیه و یه دفعه میبینه یه زنبور سرخ از گوشش بیرون میاد. داگ با وحشت سعی میکنه زنبور رو بندازه توی توالت اما این پایان ماجرا نیست و همینطوری زنبورهای بیشتری از گوشش میاد بیرون. وقتی فکر میکنه همه چیز تموم شده جلوی آینه کمرش رو نگاه میکنه که بیشتر از 100 تا زنبور روش نشستن و لباسش هم در میاره، اما بازم جریان ادامه داره و از چشمش، دهنش، بینیش و همه جاش زنبور سرخ بیرون میزنه و در آخر یه دفعه به شکل وحشتناک کشته میشه. سر مراسم خاکسپاری داگ امیلی دیگه واقعا عصبی و ناراحت و مطمئن شده که لیلی سرت به همه این قتلا داره و برای همین به پیش مایک میره تا راجع به نگرانیاش صحبت کنه. اما مایک حرفش رو باور نداره و میگه اون بچه کاملا بیگناهه. امیلی به این قضیه مطمئن و ساعت‌ها وقتش رو برای دیدن فیلم مصاحبه‌های پدر و مادر قبلی لیلیس توی تیمارستان میگذرونه. توی همه این مصاحبه‌ها پدر و مادر میگن لیلیس سال‌هاست با استفاده از بازی‌های ذهنیش تعداد زیادی آدم کشته. مادر میگه که بعد از اومدن این بچه شیطانی به زندگیمون همه اعضای خانواده من و همسرم به شکل عجیبی دونه دونه کشته شدن. بعدم میگه لیلیس هیچ وقت ما رو تنها نمیذاشت مگه اینکه یه آدم جدید حاضر میشه سرپرستش رو به عهده بگیره، که امیلی با شنیدن این حرف وحشت میکنه چون خودش الان مادر این بچه شیطانی محسوب میشه. دیدن این مصاحبه‌ها باعث میشه امیلی به تیمارستان بره تا با این دو نفر یه صحبتی کنه. توی تیمارستان مادر قبلی لیلیس رو به تخت بستن چون رفتارش غیر قابل کنترل شده، اما امیلی موفق میشه با پدرش صحبت بکنه. پدر میگه که لیلیس همون شیطانه ولی تو قالب انسان به زمین اومده، شیطانی که از آدمای مهربونی مثل تو تغذیه میکنه و برای همینه که نیاز داره باهات زندگی کنه. همینطور بهش هشدار میده که لیلیس با استفاده از بزرگترین ترس زندگیت بهت آسیب میرسونه. امیلی با وحشت به سازمان مددکاری برمیگره بلکه بتونه سرپرستی لیلیس رو به کسی دیگه بسپره، اما چون کسی فعلا حاضر به این کار نیست اجازه همچین کاری رو بهش نمیدن. به ناچار میره به اتاق دیگه که لیلیس جلسه روان درمانی داره و از پشت شیشه بچه ها رو نگاه میکنه. اینجاست که متوجه میشه لیلیس در گوشه یکی از بچه های یواشکی چیزی زمزمه میکنه و برای همین سری وارد جلسه میشه تا لیلیس رو از اونجا بیرون ببره و آسیبی به کسی دیگه نرسه. لیلیس از دست امیلی عصبانی شده و وقتی با هم وارد آسانسور میشن با نگاه سردی به امیلی زل میزنه که اونم یه دفعه میبینه برقای آسانسور قطع میشن و آسانسور هم سقوط میکنه. امیلی جیغ و داد میکنه و منتظر مرگش که یه دفعه به خودش میاره میبینه همه چیز سالمه و اینا همش توهم ساخته شده توسط لیلیس بوده. حالا دیگه امیلی مطمئن لیلیس موجود شیطانی و دوباره میره پیش مایک تا ازش کمک بخواد، اما اون بازم حرفشو قبول نمیکنه. اون شب امیلی از وحشت چند تا قفلی در اتاق خوابش بست میکنه، اما یه دفعه میبینه لیلیس با نگاه ترسناک جلوی درش وایساده و به ایش زل زده. روز بعدی امیلی سر کارش که موقع حرف زدن با یکی از افراد نیازمند به کمک برخلاف شخصیتی که همیشه داره عصبی میشه و شروع به فحش دادن و دعوا با طرف میکنه. رئیسش با دیدن این صحنه بهش میگه امروز نمیخواد کار کنی، اما قبل رفتن امیلی تلفن
تلفنی زنگ میخوره و بهش میگه یه نفر تو رو کار داره. املی تلفنو میگیره و با شنیدن صدای لیلیس جا میخوره. لیلیس بهش میگه تو نباید منو تنها خونه میذاشتی و بعد تلفنو قطع میکنه. وقتی املی سرشو میاره بالا هیچ کس توی اداره نیست و املی خودشو تنهای تنها میبینه. سری به سمت خونه میره و بدون هیچ توجهی به لیلیس خودشو به اتاق خوابش میرسونه. با قفل کردن در پیشگوشی به عنوان سلاح دستش میگیره و زل میزنه به در بلکه بتونه شب از خودش دفاع کنه. همه چیز آروم اما نصفه شب یه رفع صدای لیلیس میاد که داره با وحشت به در اتاق میکوبه. اون جیغ و داد میکنه و به امیلی میگه کمکم کن بذار بیام تو، اما امیلی گوش نمیده و داد میزنه دست از سرم بردار. یه رفع همه جا ساکت میشه و امیلی از کمد اتاقش صداهای میشنوه. با باز کردن در زن وحشتناک با صورت سوخته یه رفع بهش حمله میکنه و امیلی هم با ترس پا به فرار میذاره. از خونه میره بیرون اما اون زن وحشتناک همچنان دنبالش و در نهایت امیلی خودش به اتوبوس میرسه و سری سوار میشه. زن وحشتناک میرسه اما با بسته شدن در نمیتونه بیاد داخل و امیلی با دیدنش همینطوری جیغ و داد میکنه. راننده اتوبوس خیلی تعجب کرده چون هیچ کسی رو پشت در نمیبینه و اینجا میفهمیم همین زن وحشتناک هم یکی از بازیهای ذهنی لیلیس با امیلی بوده. امیلی به خودش میاد از اتوبوس میره بیرون و سوار ماشین میشه تا از اونجا فرار کنه، اما دیدن لیلیس روی صندلی عقب ماشین باعث میره خوب شدنش میشه. لیلیس بهش میگه باید هر کاری میگم انجام بدی وگرنه بدترین بلای دنیا رو سرت میارم. امیلی هم که همه سر تا پاش داره میلرزه هیچ حرفی نمیزنه و با هم میرن به خونه. روز بعدی از اداره به امیلی اطلاع میده که خانواده دیگه برای لیلیس پیدا کردن، اما امیلی که میترسه این دختر شیطانی به بقیه هم آسیبی برسونه تصمیمش برای لغو سرپرستی رو عوض میکنه. اون دوباره به دیدن پدر لیلیس میره تا ازش کمک بگیره که پدر هم بهش میگه باید اول از همه یه جوری لیلیس رو بخوابونی، فقط وقتی که خوابه میتونی هر کاری میخوای بکنی و ازش در امان باشی. بعد میگه تو نباید از هیچی بترسی وگرنه لیلیس از ترست علیه خودت استفاده میکنه. وقتی امیلی به خونه برمیگرده دختر بچه رو میبینه که باید تلویزیون نشسته و به شکل عجیبی داره مصاحبه پدر و مادرش با تیمارستان روانی رو نگاه میکنه. لیلیس میگه مامان بابام نخواستن کاری که من میگم انجام بدن، برای همین حالا باید تقاضاشو پس بدن. اینجاست که تیمارستان رو میبینیم. مادر لیلیس یه رفع توهم میزنه که توی یه اجاق بزرگ گیر افتاده و کم کم شروع به سوختن میکنه و در آخر میمیره. پدرش هم یه دفعه رد میده و یکی از مریضای دیگه رو میکشه و بعدم با فرو کردن یه چنگال به چشم خودش باعث مرگ خودش میشه. با شنیدن خبر مرگ این دو نفر امیلی به پیش مایک میره و این بار افسر پلیس حرفش باور میکنه. مایک آخرین تماس قبل از مرگ داگ رو هم برای امیلی پخش میکنه، تماسی که با صدای لیلیس شروع میشه و این صدا کم کم به شکل وحشتناک تبدیل به صدای یه مرد میشه. مایک هم مثل امیلی از این قضیه وحشت کرده و دوتایی تصمیم میگیرن لیلیس رو یه جوری بکشن. موقع اجرای نقشه میرسه اما دوباره در کمال ناباوری مایک سوار ماشینش میشه که یه سگ بزرگ عقبش نشسته و با حمله کردن به مایک باعث میشه که اونش تفنگشو شلیک بکنه و خودشو بکشه. شنیدن این خبر امیلی رو به مرز جنوب میرسونه و به پیش لیلیس میره. بعد از شیکوندن لوازم سر لیلیس داد میزنه که از خونم گم شو بیرون، اما دختر بچه در جوابش با صدای وحشتناک و شیطانی میگه سر من داد نزن. امیلی کرکوپرش میریزه و میدوه تو اتاقش، در رو قفل میکنه، اما لیلیس که بیش از حد قدرتش بالا رفته در رو از جا میکنه. خیلی آروم میاد تو اتاق و در حالی که صداش میاد دختر بچه و یه مرد دائما داره تغییر میکنه، زل میزنه به امیلی و میگه من فقط میخوام تو دوستم داشته باشی. امیلی که میبینه که هیچ راهی نیست و هر لحظه ممکنه کشتشه میگه باشه باشه آروم باش من دوستت دارم. با وحشت دنبال لیلیس میاد از اتاقش بیرون و بهش میگه بشین یه چای بیارم بخوریم و صحبت کنیم. بعدم از این فرصت استفاده میکنه و با ریختن قرص خواب تو چای لیلیس اونو بیهوش میکنه. امیلی در اتاق لیلیس رو محکم قفل میکنه و با ریختن بنزین توی سرتاسر خونه اونو با آتیش میکشه و با بیرون رفتن با خیال راحت منتظر سوختن همه چی و مرگ لیلیس میمونه. اینجاست که یه نگاه به سمت راستش میکنه و وقتی میبینه لیلیس صحیح و سالم کنارش وایساده میفهمه دیگه هیچ راهی برای فرار نیست. نیروهای پلیس میان و به امیلی میگن همراه دخترت بیا تا به پناهگاه ببریمتون. امیلی دیگه هیچ برای از دست دادن نداره و میدونه تا ابد گیر این دختر شیطانی افتاده و اینه که وسط راه یه دفعه از یه خروجی فرار میکنه تا پلیسا گمش کنن. امیلی با سرعت زیاد داره میره و لیلیس با همون لبخند ترسناکش توی ماشین نشسته. اینجاست که دوباره سعی میکنه با بازی ذهنی امیلیو بکشه. امیلی یه دفعه توهم میزنه و یار بچگیش میوفته، جایی که خودی صندلی عقب نشسته بود و مادرش به عنوان یه راننده تصادفی کرد که باعث مرگ مادر شد. اما امیلی این بار مقاومت میکنه و درست لحظه قبل از تصادف از توهمش میاد بیرون و موفق میشه ماشین رو به سمت دیگه ببره. لیلیس با دیدن این کار جا میخوره چون هیچ کس نتونسته بود تا به حال از بازیش فرار کنه. امیلی هم با عصبانیت سرعت میبره بالاتر و یه دفعه با پیشوندن فهمون ماشین رو به دریاچه میندازه. آب توی ماشین رو داره پر میکنه و امیلی با نگه داشتن سر لیلیس سیر آب داره سعی میکنه اونو غرق کنه. اینجاست که لیلیس تبدیل به شکل واقعی و شیطانی خودش میشه، اما امیلی نمیترسه و در آخر موفق میشه اونو تو آب خفه کنه. بعد از ماشین میره بیرون و به سمت روی آب شنا میکنه، اما لیلیس شیطانی که هنوز زنده مونده پای اونو میگیره تا به زیر آب بکشدش. امیلی بازم نمیترسه و لحظه آخر خودش نجات میده و به بیرون از دریاچه میاد و نجات پیدا میکنه. لیلیس زیر آب غرق شده و این یعنی آزادی امیلی از یه شیطان فوق العاده وحشتناک. فیلم کیس 39 خیلی داستان جالب و ترسناک داره، مخصوصا برای افرادی مثل خودم که کلا از بچه داشتن میترسن. محتوای اصلیش هم خوبه چون داره به ما یاد میده اگه هیچ ترس نداشته باشیم و نقطه ضعفی به دیگران ندیم حتی میتونیم بزرگترین
شیطان دنیا رو هم شکست بدیم و آزادی خودمون رو به دست بیاریم. یادتون نره توی کانال سابسکرایب کنید و نظرتون راجع به فیلم برام بنویسید. روزتون هم گیلاسی.